سلام، موسی داوری هستم. از طریق کانال افعال لکچر در خدمت دکترها و محصلین افغانستان یک بار دیگر قرار میگیرم. در این لکچر میخواستم در مورد آناتومی مقطعی جگر، آناتومی جراحی که از دید جراح چه قسم ما میتونیم یک مشکل برای جراح ما بیان کنیم از نظر آناتومیکی به اساس تصاویر رادیولوژیک و تصمیم گیری جراح به خاطر جراحی بالای جگر در خدمت شما قرار. این لکچر را تا آخر ببینین. برای کسایی هست که داخل مسلک طب هستن، مثلا محصلین طب، برای مستاجرها و برای دکترهای جوان افغانستان، همچنان کسایی که راپور از رادیولوژی را دارن مانند سی تی و امارای و در اوجه گفته شده که فلانه لیژن یا فلانه مشکل در کدام قسمتی از جگر قرار داره، اونا میتونن از این ویدیو بهره ببرن. از نظر از این که جگر ما به چند سگمنت تقسیم شده، جگر بسیار عموم به 8 سگمنت تقسیم شده که بین سگمنت 1 تا 8 می باشه. شما در این تصاویر که می بینین، اگر ما پاوز کنم اینجا می بینین، قسمت طرف چپ کبد ما شامل سگمنت 2 و 3، قسمت سگمنت 4 و 4 بالا و یا 4 پایان یا 4 A 4 B که میگیمش، اینها در سرحد قرار داره بین چپ و راست، و قسمت طرف راست کبد ما که بین سگمنت 5 تا 8 است که 5 6 7 و 8 است. سگمنت 1 در عقب قرار داره، یا یک دورسال سگمنت است که در این قسمت در پشت سگمنت 4 دیده میشه. از نظر لندمارک های آناتومیکی ما برای ما خیلی مهم است تا پیدا کنیم وینا پورتا. وینا پورتا ورید بسیار بزرگی است که سیستم عظمی ما را، یا وقتی که خون از او پس دوباره میاد، باید از طریق جگر او فیلتر شوه و دیتاکس شوه و از طریق وینای هپاتیکا یا عبارت از وریدای کبدی در داخل وینا کوس انفریور ما داخل میشه. اینی لندمارک های بین وریدای پورتا و وریدای کبدی برای ما خیلی مهم است. ورید پورتا تقسیم میکنه سگمنت های بالا را که سگمنت 2، سگمنت 4 A، سگمنت 5 و سگمنت 7 میباشه، از سگمنت های پایانی که سگمنت 3، سگمنت 4 B، سگمنت 5 و سگمنت 6 است، از هم دیگه جدا میکنه. باید ما در تصاویری که میگیریم باید پیدا کنیم که وینا پورتا و سرحد ازی کجا هست، و ای بر ما نشان میده که سگمنت ها را ما خوب طبقه بندی یا تقسیم بندی کنیم، و لژن اگر پیدا کنیم از نظر در سگمنتی که پیدا میشه او را باید راپور بدیم. سگمنت یک شما ببینید در خلف دیده میشه، در خلف میدل هپاتیک وین. میدل هپاتیک وین خیلی برای ما عایز اهمیت است. میدل هپاتیک وین تقسیم میکنه طرف راست و از چپ. قسمت سگمنت 4 در اکثر موارد مربوط به طرف چپ کبد میشه نسبت به طرف راست کبد، حالان که در یک سگمنت سرحدی هست. دو، موجودیت لگامنت فالسیفارم خیلی برای ما مهم است. لگامنت فالسیفارم قسمت سگمنت 4 بالا و پایان از طرف چپ کبد که سگمنت 2 و 3 هست جدا میکنه، و سه هم عبارت از رایت هپاتیک وین است که رایت هپاتیک وین سرحد بین دو سگمنت لترال که عبارت از سگمنت 7 و سگمنت 6 است، از سگمنت متوسط بالا که 8 است و سگمنت متوسط پایین سگمنت 5 است جدا میکنه. لوب کوادات از خود یک اروای خاص داره که در بعضی حالات وقتی که مریضای مانند سیروز جگر است مصاب به مشکلات سیروتیک می باشن، در او صورت خیلی بر ما ارزش تشخیصی را هم داره. حالا میایم سر آناتومی مقطعی که اگر ما کبد به شکل در سطح بالایش، اگر مقطعی یک مقطعی سی تی یا سکن، یا سی تی سکن و یا امار سکن اگر در این صورت داشته باشیم، چه قسم پیدا کنیم که کدام سگمنت در کجا هست و لژن در کجا قرار داره. شما ببینین به این تصویر، اگر مقطع ما در قسمت بالایی قرار داشته باشد، در این صورت ما از نظر تصویری ما این شکل از کبد هم داشته باشیم. در اینجا خود میدل ببینید، میدل هپاتیک وین هینجاست، رایت هپاتیک وین هینجا هست، اید لفت هپاتیک وین است که در اینجا ما درست دیدن هم میتونیم که وصل میشه در اینجا، اما یک دو سکشن بالا امکان دیدن ازی هست.
لیگامنت فالسیفارم هم در این قسمت قرار داره که نشان دهنده جدا کردن سگمنت 2-4 است. در حقیقت سگمنت 2 ما باید اینجا باشه، سگمنت 4 ما باید اینجا باشه، چون مقطعی ما در بالا هست و در دیج ما پورتا سیستم نمیبینیم، یعنی خود وینا پورتای ما هنوز دیگه نرسیده، پایان تر از این است. پس دیج باید 4A باشه و ای که هست ای باید سگمنت 8 باشه، چون لترال بالا است و سگمنت پشت سرش سگمنت افت است. به این اساس ما میتونیم از نظر تعیین موقعیت مشکل در قسمت‌های کبد به صورت بسیار مشخص راپور خود بسازیم. مقطع خود اگر پایان تر بگیریم، فرضاً در قسمت متوسط اگر قطع کنیم، یعنی 1-2 سطح پایان تر، در این صورت امی مقطع امی سگمنت ها تغییر میکنن و ما باید پیدا کنیم که کدام سگمنت است. فرضاً در قسمت پایان تر از بالا ما مقطع خود در میدل سیکشن گرفتیم. در این صورت از نظر اسکیماتیک ما این شکل کبد داریم و از نظر از این که ما در کبد چی را میبینیم، میبینیم اشاره. اینجا متوجه شدیم که ما ویناپورتا را دیدیم. ویناپورتا بسیار یک سرحد خوب است که نشان میده که بالاتر از این هر قسمتی که قرار داره او سگمنت 2 هست، پایانتر از یک قسمت قرار داره سگمنت 3 هست. وینا پورتا به طرف راست و طرف چپ تقسیم میکنه خدا و دیج نشان دهنده سرحد بین سگمنت 3 و 4 1 4 بالا و 4 پایان است. قسمت زیادتر از سگمنت 1 که کوچک یا لوب کوادرات است یا لوب 4 کنجه است میبینیم و پایانتر قسمت پایانی لوب سگمنت هفتم خودم میبینیم. بالاتر هر چقدر که میریم ما بالا زیادتر میبینیم، پایانتری کم میشه تا اینکه سرحد خود پورتا را ما اینجا ببینیم. در اون صورت باز سگمنت 6 ما داخل میشه و اینجا هنوز هم سگمنت 8 خود ما داریم و پایانتر بریم میریم به طرف سگمنت 5. موجودیت میدل پورتال وین، رایت پورتال وین و لفت پورتال وین خیلی مهم است. اینجا در خط سگمنت خود لیگامنت فالسیفارم هم در این قسمت قرار داره. ما اینجا درست نمیتونیم در این موقع ببینیم، اما موقعیت فالسیفارم اینجا هست. اگر یک مقطع پایان تر بریم و دیگه هم فرضاً در این سطح ما قرار بتیم چیز خوده، سلایس خوده، در این صورت از نظر اسکیماتیک تغییراتی که میایه و لندمارک هایی که میبینیم باید و این شکل ارزیابی کنیم. اولین لندمارکی را که میبینیم در اینجا درست فالسیفارم لیگامنت بسیار به خوبی خدا بر ما نشان میده که در حقیقت سگمنت 4 بی را که پایان آمدیم از سگمنت 3 قسمت پایانی سگ طرف چپ است بر ما نشان میده. در پالویزی فوس های گل بلادر داریم یا گل بلادر فوس ها که ای خودش فرق بین سگمنت 4 بی را از سگمنت 5 میکنه. و همچنان رایت هپاتیک پورتال وین یا رایت پورتال وین اینجا موقعش رو میبینیم که در خلف ما هر سگمنتی که قرار داره سگمنت 6 است و این سگمنت 6 امکان داره با زبانچه یا در به اصطلاح در قسمت دم کبد به طرف پایان این هم اتمتداد پیدا کنه. سگمنت 5 در بین سگمنت 4 بی و 6 قرار داره. سگمنت 1 عبارت از همون جگرچوچه یا جگرگوشه ای که هست ای به ایجه زیادتر دیده میشه. سوال به اینجا است حالا اگر ما یک تصویر را برای شما نشان بدیم و پیدا کنین نظر به ای لندمارک ها که آیا ای مشکل در کجا قرار داره؟ مشکل که برای شما در تصویر بعدی می آید آیا ای را می توانید پیدا کنید؟ نظر به این معلوماتی که دارم براتون که در کدام سگمنت قرار دارم. ما می بینیم یک تصویر داریم از جگر. این تصویر یک نشان دهنده یک ساختمان هست که در به شکل غیر نرمال دیده می شود در قسمت جگر. حالا ببینیم نظر با این لندمارک هایی که ما خواندیم پیدا کنیم که این در کدام قسمت از کبد موقعیت داره.
نظر به موجودیت تصویر ما، یعنی چیزی که تصویر دیده میشه، ما میتونیم بگوییم که پورتال وینس ای وینا کاوا انفریورس ای جایی هست که رایت هپاتیک وین به او وصل میشه. ای قسمت از جگرگوشه ماست، یعنی سکولوب کوادات هست. موجودیت فالسی فارم جدا میکرد سگمنت 4 از سگمنت 2 و 3. نظر به موقعیت وینا پورتا میبینیم که پایان است، یعنی سگمنت 3 هست. وقتی که سگمنت 3 باشه 4 بالا نیست، بلکه 4 بی یا سگمنت 4 پایانی هست که در اینجا ای ساختمان غیر نارمل یا ای لژن موجود است. نظر به ای که در راپورت چی می نویسیم، باید بفهمیم که در کدام فیز از کنتراستی گرفته شده. ما مقطع اکسیال است، یعنی به شکل که به شکل اکسس ارزانی قطع شده. سیکونس ما سیکونس T1 است، در کنتراست گرفته مریض، چون می بینیم که کنتراست در T1 دیده می شود در اورتا، در سیستم پورتا یا در خط، و همچنان کنتراست در خود کبد، در نسل کبد دیده می شود. در خط ای پورتو وین است، کنتراست فیز است که امکان داره که یک کمک دیلی باز هم باشه، به خاطر که تمام نسج کبد کنتراست گرفته. کنتراست در اطراف، یعنی شکل رنگ انهانسمنت داره، دیل جن قسمت وسط از این کنتراست نگرفته. نظر به این تصویر، این لژن در سگمنت 4 بی قرار داره، اما ماهیت تصویر نمیشه نظر به یک سکونس گرفته شد. سکونس ها باید قبل از کنتراست، شروع کنتراست، وسط کنتراست، ختم کنتراست 3 دقیقه و الا دیلیت فیز تا 20 دقیقه ما همچنان کنتراست لژن ها را ما تعقیب میکنیم که چه قسم از خود تغییرات نشان میتن. نظر به او دیده میشه که آیا لژن ملیگننت است، آیا لژن یک لژن بناین است، و در صورتی که بناین است کدام لژن است، اگر ملیگننت است چی است امکاناتش. نظر به اینمی خصوصیاتی که ما در کنترل امی لژن در سطح مختلف از نظر تایم، از نظر سیکونس و از نظر تصویر ما میبینیم، میتونیم بیان کنیم که این لژن چی هست و در کجا قرار داره. فعلا موضوع ما موضوع اناتومیکال کوریلیشن بود و لندمارک ها بود که در اینجا ما خواستم برای شما بیان کنم. تشکر از توجهتان، روزتان خوش، کوشش کنین و دوستایتان بفرستین و این ویدیوی ما را شیر کنین.